به نام خدا. میخوام امروز راجع به نشتی از محل گریزخور صحبت کنم. خب موقعی که گریزخور دچار نشتی از این قسمت هست، به این معنیه که این ساچمه به سیترینگ بالاییش نرسیده و از این قسمت در حقیقت این چکول دچار نشتی هست. خب قطعاً چکولی که آسیب دیده باید تعویض بشه، یعنی گریزخوری که آسیب دیده باید تعویض بشه، ولی گاهی وقتا ممکنه که این گریزخور آسیب ندیده باشه. آلودگی کثیفی چیزی اینجا قرار گرفته، کلوخه‌های گریز قدیمی قرار گرفته این نقطه و الان گریزخور دچار نشتی است. اولین کاری که من توصیه میکنم انجام بدید استفاده از آداپتور نشبند یا لیکلاک آداپتور هست. آداپتور نشبند به صورت کشویی روی گریزخور قرار میگیره، البته نوع رزوه‌ایش هم هست. به صورت کشویی یا رزوه‌ای روی گریزخور که تو این تصویر به رنگ زرد نمایش داده شده قرار میگیره و یه گریزخور دیگه‌ای رو در حقیقت توسط این قطعه کشویی روی گریزخور اول نصب میکنه. الان تو این تصویر میبینیم ما دو تا گریزخور روی هم دیگه داریم. این گریزخور قدیمیه که دچار آسیب شده و نشتی داره، این گریزخور جدیده که خب سالمه و نشتی نداره. من حتی توصیه میکنم از این قطعه قبل از تزریق ولف کلینر به هر شیری استفاده بکنید، چون ولف کلینر میاد تمام کثیفی ها و گریزهای کلوخه‌ای قبلی و گریزهای صفر شده قبلی رو از تو مسیر پاک میکنه، کل شیر از گریز تخلیه میشه و گاز میتونه از تو مسیر برگرده بیاد و ممکنه شما امروز به این شیر ولف کلینر تزریق میکنی، 24 ساعت بعد که میای میبینی این گریزخور دچار نشتی شده، یعنی دیروز نشتی نداشته، امروز بعد از 24 ساعت که ولف کلینر توش بوده دچار نشتی شده. بنابراین قبل از تزریق ولف کلینر من توصیه میکنم از این قطعه لیکلاک آداپتور استفاده بفرمایید و اگرم که گریزخورتون دچار نشتی شده هم بلافاصله اول از این استفاده کنید. اینه که نصب کنی نشتی گریزخور مرتفع میشه. حالا شما فرصت داری که بری گریزخور سالمی تهیه کنی، اقدام کنی با ونت کوپلر گریزخور قدیمی تو عوض کنی، گریزخور جدید جاش نصب کنی. فرصت داری که بری با تزریق مواد گوناگون اینجا رو شستشو بدی، یعنی همون ولف کلینر تزریق کنی اینجا رو شستشو بدی یا روغن سیترینگ تزریق کنی اینجا رو شستشو بدی. مرحله بعدی اگه نشتی مرتفع شده بود که فقط ها، اگر نشتی گریزخور همچنان مرتفع نشده بود و فرصت تعویض گریزخور هم نداری، اندکی گریز آب بند مثلا 911 تزریق بکنی، در حقیقت پتروسیل 911 رو سیلش رو، چون 911 دو گره درزه میشه، لوبش هست، لوب 911 سیل 911 هم هست، تزریق میکنی اینجا یا بقیه سیلنت های دیگه، من اصراری به 911 ندارم، بقیه سیلنت های دیگه که میشناسید رو تزریق بکنید، میاد در این نقطه. خیلی هم زیاد نمیخواد تزریق کنید، مثلا نزدیک 10-20 گرم، 10 گرم، 15 گرم تزریق بکنید کفایت میکنه. میاد این منطقه و زیر این ساچمه یه سیترینگ نرمی رو ایجاد میکنه و اون وقت سافت سیت میشه و به صورت موقت نشتی گریزخورتون بند میاد تا موقعی که این گریز چسبناک اینجا هست نشتی گریزخور بند میاد، تا بعدا سر فرصت برید گریزخور معیوب رو تعویض بکنید. تا موقعی که این قطعه روی گریزخور نصب هست نشتی گریزخور نخواهید داشت. خیلی راحت با این آداپتور نشتی گریزخور بند میاد. حالا میتونید از مسیری که تو تصویر میبینید از همین جا تزریق کلینر، گریز یا هر چیز دیگه ای رو که خواستید انجام بدید. این قطعه یه گریزخور رو روی گریزخور قبلی سوار میکنه.